به شم هشم نعصه و نسلیخ تورا و مشه مراشا دهیلت ده یعقوب به ازرت هشم میدوارخ رسیدیم به صفحه 778 از یلقوت یوسف دو ایل خود سیمان رش سادیک ه فصل 295 حلاخای مربوط به کیل ایم کیل یعنی دو نوعه درخت ممربط را تورا در تورات دوشا گفته شده اخوقوتک تیشمورو قوانین من رو نگه دارید حیوانت رو دو نوعه جفتگیری نکن سهرایت را دو نوعه زراعت نکن چگونه کسی که پیوند میده درختی رو به درخت دیگری مثلا پیوند میده قلمه ای یا ای از درخت سیب با درخت اتروگ یا اتروگ رو با سیب اینکین ملغوت میخوره از تراب به خل مقام در هر مکانی چه در ارس چه در خوسلارس لارست و همینطور کسی که پیوند میده یاراق سیفیجات رو با درخت یا درخت رو با سیفیجات اینجا ملغوت میخوره به خل مقام و تمام این در صورتیه که نوعی با نوعی که از خودش نیست نوعی با غیر نوع خودش ولی نوعی با نوع خودش مجازه اینجا ما یاد بگیریم که تورات نقل به ما دستور داده که سهرایت را دو نوع زراعت نکن اینجا منظور به این هست که درختی رو پیوند نده با درخت دیگر این شاخه از این درخت به اون درخت دیگه که دو نوع هستند چه در ارس چه در خارج در از ارس و همینطور سیفیجات رو با درخت یا برعکسش نمیشه ما پیوند بدیم اینها همه در صورتی است که نوعی با غیر نوع خودشه ولی اگر دو تاش یه نوع اشکالی نداره مثلا سیب با سیب شماره بت میفرماید که مجازه که پیوند بده سیب خوب رو با سیب بد و امثال این و میشه مخمیر بازه و هست کسی که سخت میگیره در این و اصل حلاخا اینه که ایسور کیل عیم در این سیب خوب با سیب بد وجود نداره شما گیمل میفرماید که مجازه که پیوند بده انجیر سفید رو با انجیر سیاه که براخره اینها یک نوع هستند بلکه هست تغییر و تفاوت در شکلشون و همینطور شیبولت شوال جو دو سر با جو که این یک نوع حساب میشه همینطور سنون با سنونید که دو نوع تروبچه هست و اینها یک نوع حساب میشه دوتاش از نوع تروبچه است اینجا گیمل به ما یاد میده که میتونیم انجیر سفید و سیاه رو با هم پیوند بزنیم چون که هر دوش یکی رنگش فرق میکنه و شیبول شوال جوه دو با جو اینا همه یکی هستند و همینطور سنون با سنونید که هر دو تروبچه هستند و اینها میتونیم با هم پیوند بزنیم دالت میفرماید مجازه که زراعت کنه ها رو و تخم درخت یک جا و همینطور مجازه که مخلوط کنه تخمهای درختان رو و اونها رو با هم بکاره و همینطور مجازه که بکاره درختی رو در کنار یه درختی و درختی رو در کنار درخت مو و نیست در این به خاطر کیل عین که نداریم کیل عین در درختان مگر مسئله پیوند دادن فقط و اینکه نمیتونیم پیوند بدیم چه درختی که با یاراق چه یاراق با درخت یعنی درخت رو با سیفیجات سیفیجات رو با درخت چه یاراق به یاراق یعنی سیفیجات با سیفیجاتی که از نوع خودش نیست حتی درخت بی سمر با درخت که میوه میده یا درخت میوه دار با درخت بی سمر. همه اینا پیوندش آسوره و همینطور آسوره که לחבר ענף של אס به אחד و به בענף של אס متصل کنه شاخه یک درختی رو از یک نوع با ساقه یا شاخه درختی از نوع دیگر این رو به هم متصل کنه هم آسوره و چه اگر اینها دو نوع هستند خوراکی دوشون دو چه اگه یکی از اونها درختی است که بی سمره در هر حال بازم فرقی نمیکنه شماره ه میفرماید که آسوره که فرد اسرائیل اجازه بده یک فرد غیر بیاد و پیوند بزنه درختانش رو دو نوعه به دیگران هم نمیتونیم اجازه بدیم که اونا برای ما دو نوعه پیوند بزنن شماره واب میفرماید در شک دو نوعه مجازه که به یک غیر یهودی بگه که اونها رو پیوند بزنه چون در شک هست که شما چرا چون که شاید اینها کیل عین دو نوعه نیستند شاید هم به وقت دستور داده نشده در دو نوع درختان پس به خاطر این شک میتونیم بگیم به یک غیر عبودی که برای ما پیوند بزنه شما رزدین میفرماید که هستند درخت هایی که اونا شبیه یکی به دیگری انظر برگش یا انظر میوهش با وجود این اونها دو نوع حساب میشن و از در اونا قانون کیلعین و آسوره که اونها رو پیوند بزنیم درختی رو از یک نوع با درختی از این نوع مثلا بیاین تپوخ رو سیب رو با خزرات و همینطور افرکسیم یعنی حلو رو با بادو یا شزیفیم رو با ریمین آلو رو با ریمین بیایم پیوند بزنیم که بالاخره اینا همه دو نوع هستند شماره رزن توضیحش اینه که اگر دو تا درخت داریم برگش یک شکله میوهش هم یک شکله ولی اینا دو نوع هستند نمیتونیم با هم اینها رو پیوند بزنیم مثلا هلو رو با بادوم نمیتونیم پیوند بزنیم و نسال سالهای دیگه ای که اینجا زده شماره خط میفرماید که ارکاوت عین یعنی پیوند جوانه که مرسوم در زمان ما یعنی میگیرن جوانه ای رو از یه درخت فرض بفرماید آلو و او رو میان و پیوند میزنن با گز ساقه بادام و بعد اینکه جذب شد میبرن اون درخت رو تا مکانی که اون جوانه رو قرار گذاشتن قرار دادن و از اون جوانه خارج میشه یک شاخه ای که از این شکوفا میشه درخت آلو در طول یک یا دو سال و اینک این آسوره نیست که این رو نیست که این ما مجاز میکنیم هر کابا به شرشیم یعنی در ریشه ها ما میتونیم ما بیایم و پیوند بزنیم یعنی به خاطری که اونها چلو آیا علیه اولام شم ایلام چون که اونها هیچ وقت اسم درخت ندارن این ریشه ولی اینجا در زمان پیوند زدن جوانه اینجا اسم درخت داره و بنابراین این آسوره پس بنابراین پیوند جوانه مجاز نیست که میان جوانه رو, رو روی درخت دیگه ای با طریق خاصی که هست این رو پیوند میزنن و این مجاز نیست شماره تت میفرماید ایلان هم مورکاو یعنی درختی که پیوندی دو نوع بعضی میگن آسور اون رو نگرش داری و بایستی که اینو رو کن کنی یه چنین درختی و صد البته که آسوره که انجام بده به آن کارهایی که باعث بقای اون درخت میشه مثلا آبش بده و جینش کنه بیل بزنه و امثال این و اونیسور همچنین برای اینه که اون رو سیراب کنه با آب پاش اتوماتیک بازم نمیتونه حقیقتا بعضی اختلاف دارن و میگن مجازه که این چنین درختی رو شما نگه دارید لازم نیست که ریشه کنی فقط لازمه که بگذاری که این درخت به تنهایی بزرگ بشه و باش هیچ کاری با دست انجام ندی عملا هیچ کاری نکنی و طبق دین به نظر میرسه که جایی هست که ما سبک بگیریم در بقای این درختی که پیوندی فقط خوبه که سخت بگیره که آبش نده و جینش نکنه فقط توسط غیر یهودی بنابراین خوبه که برعذر باشه که انجام نده کاری رو با دست در وجود در بدن این دو نوعه بلکه تمام کارا به اسیم اموکابیم در, در درختان پیوندی انجام بشن توسط غیر یهودی فقط یا توسط باعث شدن مثلا با آب پاشون رو ما سیرابش کنیم در خط خیلا نخره یه چنین نحال های پیوندی رو از نوع دیگری حتی موقعی که نیت داره که انجام بده همه چیز رو توسط غیر یهودی بلکه جستجو کنه و پیدا کنه نحال های مجاز و اگر به هم پیوست اون درخت به پیوندی کاملا و شد یکی و مایت اون ساقه شد یکی دیگه خوبه که نگرش داره حتی توسط عمل و کاری که انجام میده و لازم نیست که اون درخت رو ریشه کن کنه اینجا به ما یاد میده شماره تت که درختی که دیگه کیلعیم شده یعنی پیوندش دادن ما ندادیم بوده حالا ما میتونیم این رو نگه داریم طبق دین به نظر میرسه که جای سبک گرفتن هست که این درخت پیوندی رو که ما پیوند ندادیم ما نگرش داریم و فقط خوبه که شما آبش ندی و جینش نکنی توسط گویی مین انجام بشه بنابراین خوبه که شما کاری با دست انجام ندی براش و تمام این کارا توسط غیر انجام میگیره یا توسط گراما مثلا آپاش اتوماتیک باشه خود به خود آب بده ولی به طور کلی نخریه چنین درختان پیوندی رو حتی به این نیتی که غیر برات کارهاش رو انجام بده ولی اگر این یکی شد دیگه کاملا یکی شد و مایت اون ساقه شد یکی دیگه این رو میتونی نگرش داری حتی توسط عمل و نمیتونی یعنی کار براش بکنی خودت کار انجام بده و لازم نیست که این رو شما بیای و شکن کنی یعنی وقتی که یکی شد یک... یکی کاملا یکی شد اینجا دیگه میتونی نگرش داری و بعدم میگه که هم مخمیر کسی که سخت میگیره که نی... ال... ل... م... که به صلاح دنبال یه چنین چیزایی نره تا والا براخات چرا که ده چلو خزق به که ما تشویق نکنیم تحکیم نکنیم دست اونایی که یه چنین نحال های پیوندی رو میکارن حتی با سایر درخت ها خاطر که ما اونها رو تشویق به این کار نکنیم پس ازشون نخریم چه بهتر که دنبال این خریده یه چنین نباشیم بلکه نحال هایی رو بخریم که کاملا مجازه شماره یود میفرماید کسی که که میخره نحال های مر... مرکبات رو یعنی پرتقال و امثال اون با اون کلوخ ها با اون به اصطلاح گل و خاک که در اطراف این ریشه هاش هست خط خیلا بخره اون نحال هایی که اینها پیوندی نیست نوعی با غیر نوع خودش حتی در مورد مرکبات حقیقتا از ایقار دین مجازی که بخره نهارهای میوه مرکبات رو که پیوند دادن نوعی رو به غیر نوع خودش با اون گلش و کلوخی که داره و بکاره در صحرای... صحراش توسط غیر همینطور در مورد اون نهال های می... میوه های مرکبات که اونا پیوندی هستند و آمدن پیوند دادن پرتقال رو با میشه که سبک بگیرن که اونها رو از کیسه هاش در بیارن و اونها رو بکارن توسط غیر در زمین با اون گلشون به خاطر زرد با اون دستوراتی که سخت بگیره که بکاره با اون گلش با اون خاکی که در اون اون نهال هست ولی در سایر میوه ها سبک نمیگیریم پس اینجا بحثمون در مورد مرکبات هست که لخط خیلا بخره نحال هایی که پیوندی نیست حالا از این میتونه میتونه بخره ملکبات رو و بیاره توسط غیر عبودی اونها رو بکاره یود آلف میفرماید میره که خارج میشه از درخت پیوندی مجازه بخورن حتی اگر گذشت و اون رو پیوندش داد بنابراین گلابی هایی که امروز 95 درصد از پیوند با به اومدن مجازه که اونها رو بخوره اینجا داره میگه میوه که از یک درخت پیوند دیگه ما میتونیم بخوریم حتی کسی که اومده این پیوند رو داده و ایسور انجام داده و بنابراین این گلابی هایی که 95 درصدش اومدن با به پیوند دادن مجازه بخورتش این لرکی بخوریم یعنی شماره 12 میفهماید که پیوند نده به صلاح شاخه یا قلمه لیمو رو اتروگ رو اشکولیوت یعنی گرفرود و پرتغال رو یکی بر روی دیگری چون که شک داریم آیا اینها یک نو هستند یا دو نو هستند و در مورد بدی اولش بعدی نگاه کن شما در یود گیمل میفرماید که پرتغال با خوشخاش که چیه اون که پرتغال یعری یعنی جنگلیه پرتغال جنگلی و یش پردسین و هست باغهایی که اینها پیوند دادن پرتغال و بالیمو و با, با پرتغال جنگلی باسی که سبک بگیرن به هر صورت در باغی نگه داشتن و آب دادن و وجین کردن حتی برای فرد یهودی و لازم نیست که اونا رو رو شکن کنن و اونا که رست دارن پیوند بدن پرتغال رو با گیر فرود مانعشون نمیشن فقط که بخواد پیوند بده پرتغال و با لیموشیرین بایستی سخت بگیره بعضی ها میگن که تمام درختان مرکبات اینا کیل عیم نیستن یکی به دیگری چون که اینا شبیه ان برگاشون و میباشون و نزدیکن مزشون بعضی میگن کافیه برای ما اون چیزی که رست دارن که پیوند بدن پرتقال و با لیمو بستن که سبک میگیره همچنین با لیمو شیرین همچنین در این کسایی که میترسن از کلام اشین شکو میدن که اینو پیوند بدن توسط گوی ولی پرتغال رو با گیر فروت لو نیره به نظر نمیرسه که اینا رو یک نوع بخواد حساب کنه شماره یودالت میفرماید آسوره که بیاد پیوند بده درخت بی سمر رو با درخت میوه دار درختی که میوه میده یا درخت خوراکی رو با درختی که این بی سمره همچون که در بالا سیف دالت گفتیم ولی درخت بی سمر با درخت بی سمر از ایقار دین مجازه که پیوند بده نیست یک نوع با غیر نوع خودش داد البته با نوع خودش که مجاز بعضی هم میگن که خوبه که برازر باشه و سخت بگیرم چنین در درختان بی سمر چون که اکثر دنیا میشناسن کسرت انواعشون رو پس اینجا درخت با سمر و بی سمر نمیتونیم با هم پیوند بدیم ولی دو نوع بی سمر از ایقار میشه ولی خب نکنه بهتره تتواب میفرماید که درخت میوه که میوه نمیده این بی سمر حساب نمیشه و آسوره که اون رو ما پیوند بدیم با درخت بی سمر. پس درختی که میوه نمیده ما نمیتونیم بیایم و با یک درخت بی سمره دیگه پیوندش بدیم شماره تد میفرماید یک درخت چند منظوره چند هدفی که بزرگ میشه در اون میوه های انواع مختلف انواع مرکبات و سایر میوه در یک جا هر شاخهش هر نوعی در شاخه دیگری در اون درخت میوه خاص خودش رو میده و همه اینا دارن تغذیه میشن یک جا از اون ریشه ها و اون انواع مختلف و دو نوع و چند نوعه مشخصه به طورت آشکار واقعا آسوره که یه چنین درختی رو ما پا نگه داریم حتی توسط اینکه بخوایم آبش بدیم و جینش کنیم و صد البته که آسوره بکارتش اینجا دقیقا مشخصه درختی که چندین میوند با این مختلف میده این داد میزنه که کیل و آسوره که بکاره و آسوره که این رو آبش بده و به جینش کنه و نمیتونه این رو نگرش داره یود زن میفرماید با وجوده که آسوره بکنه درختی که پیوندیه و بکاره در جای دیگر. این آسوره که بکنتش ببره جای دیگه بذارتش میکن ما مجازه که بگیره یک قلمه شاخه رو بکاره در جای دیگه خاطره که موقع که میکنه تمام اون درخت رو به اون مورکا و اون از دو تا پیوند شده این این حیات میده به دوتاش و این آسور ایسور پیوندش حقیقتا اون قلمه ای از اون مورکا و از اون پیوندی حساب میشه دیگه یک موجود جدیدی و حساب میشه یک نوع و مجازه و اون قلمه یا شاخه ای که مورکاب شده پیوند شده طور که پیوندش بدن با یکی از دو نوعی که پیوند گرفته از اونها اینجا میفرماید که با وجودی که ما نمیتونیم درخت پیوندی رو از اینجا برداریم بریم جای دیگه بکاریم ولی میشه شاخش رو بکنیم بریم جای دیگه بکاریم چرا؟ به خاطر که شما کل درخت رو که میکاری میکنی می 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 و ریشهکن میکنی میبری جای دیگه اینکین یک حیاتیه که دونو نوع است اینجا این آسور ارکاوا داره این آسوره پیوند داره ولی وقتی که بعدا دیگه شده یه درخت ما یه شاخه رو میکنی اینجا یک موجود جدیده و مجازه و این به اصطلاح جدیدی که الان موجود جدیده نمیتونیم با یکی از موردهای قبل که پیوند بوده دو نوعی بوده با یکی از اونها بخوایم پیوندش بزنیم با وجودی که قبلا هم بوده با این الان نمیتونیم این بریا خداشا این درخت جدید رو بیایم که کاشتیم جای دیگه بیایم با یکی از این پیوندی های قبلی که بهش زدن پیوند بزنیم و این آسوره شماره هیچ دن میفرماید آنچه که راست دارن هتر در کاشتر انفه اوهل و و خدمه حالا اوهل شاید بشه جوب اوب اود یا صبر زرد نمیدونم فشوشنی ایمنی سوسن ها به امثال این توسطی که درست میکنن شکافی رو در قسمت پایین اون درخت اون شاخه در نزدیک زمین و فرو میکنن در اون گندمی و میکارن تو زمین توسط اون گندم ریشه, ریشه میدونه اون شاخه ها در زمین و این موضوع تالویه یعنی مشکوکه آیا اون گندم ریشه میدونه و مزدوج میشه با اون شاخه که اگر این چنین باشه اون مزدوج بشه حساب میشه کل این و این پیوند کامله به آسوره فقط اگر خیتا اون گندم نمی نمی به صلاح نمی روی فقط پوسیده میشه و مرتوب میکنه شاخه رو که ریشه بدمونه باعثی که ما شک کنیم که اینجا ارکابا هست یا نه بنابراین این رو کسی که سخت میگیره تا والا براخا یک طرز کار خاصیه که میان قسمت پایین این شاخه رو یک گندم میذارن حالا ما نمیدونیم که این گندمه باعث رشد میشه یا نه و اینجا مشکوکه و بنابراین کسی که سخت میگیره تا والا براخا شماره یود تت میفرماید در مورد اون چیزی که این اواخر اختراع کردن که عبور میدن از طریقه مهندسی ژنتیک ژنهای گیاهان دیگر رو و عبور میدن ژنهایی از این گیاه به یه دی گیاه دیگه یا از یه درختی به نوع درخت دیگه بعضی میگن که این کار آسوره به خاطر میگن نکن این کار به خاطر این سور کیل و بعضی ها میگن که نه ترسی از ایم نیست و مجازه پس این مهندسی جدید جنتی که جن, جن یک گیایی رو به گیدایی دیگه تزدیق میکنن و میزنن رد میکنن این اختلافه که بعضی میگن مجازه بعضی ها میگن مجاز نیست شماره کاف میفرماید میوه هایی که خارج میشن از درختان مورکا یعنی پیوندی نوعی به غیر نوع خودش مثلا پرتغال گر فرود لازم که براخا بگه بر اونا شیانو رسمه عیم و تو رسم یروشال هست پس اینجا طبق هاراو اسخاق یوسف میفرمایند که مجازه که بیاد شیانو بگه روی پرتغال و گر فرود کاف الف در مورد براخای ایلانوته که میفرماید براخا نگه براخای ایلانوت رو بر درختانی که اونها پیوندی هستند نوعی به غیر نوع خودی را بقای اینها مقایر با خواست و رضایت پروردگار با وجود که کسی که براخا میگه مانش نمیشن میکن مقام کسی که میاد سوال کنه و مشورت کنه که براخا بگم رو درختان پیوندی بهش میگیم نگو و شک خود رو سبک میگیریم و نیز میوه های مرکبات که هستند پست نمی که سبک میگیرن در مورد اون پیوندشون حتی این هم چون که هستند سخت میگیرن در این ذکر میکنیم لدینال خط خیلا که لدعت مخمیریم ده خط خیلا از ابتدا به نظر اونها که سخت میگیرن اینک نمیتونه براخا بگه بر این خود به خود بایستی ترسید به نظر اونها در مورد براخا و نیست که نیست شک در خود براخا میکن ما ما نداریم دعت ماران رو که مجاز کنه و برمیگردیم به کلال سابق براخود لعاقل همینطور صافق صفیقا در براخا هم نمیگیم همچنین در موضوعی که اون ها کشیده میشه میکن مقام حتما کسی که براخا میگه داره بر چیزی که تکیه کنه اینجا میخوایم ببینیم های درخت رو میتونیم رو درختان پیوندی بگیم میفرماید نه براخا نگی حالا کسی گفت مانش نمیشن ولی کسی که اومد با پرسه بگیم رو درخت پیوندی براخا ایلانوت بگم میگیم نگو حالا در مورد میوای مرکبات بحث وجود داره و مسلمه که نگفتنش بهتره ولی کسی که گفت یه شلو علمسه بر چیزی که تکیه کنه کافت میفرماید مزارک ستا میلانوت به طور کلی درخت ها ما نمیترسیم که شاید اونا پیوندی باشن و مجازه که براخا بگه بر اونها براخا ایلانوت بدون هیچ شکی که میریم دنبال اکثریت اکثریت درخت ها پیوندی نیستن و کافگیمل میفرماید بادام و آلو آسوره که اونها رو پیوند بدن با هم که از در اون دینه کل این بارو خشم لولام آمین و آمین